وزارت دفاع ملی میگوید یک کاروان نیروهای امنیتی که دو شب پیش به قصد پاکسازی ولسوالی ازری ولایت لوگر از کابل در حرکت بودند، در ولسوالی خاک جبار با کمین گروه طالبان روبرو شدند. مقام های امنیتی میگویند که پس از حمله غافلگیرانه طالبان در نتیجه درگیری دو تن از نیروهای امنیتی زخمی و چند اراده وسایط زرهی ارتش عریق شده است. دیشونه پریشو یا قطعه ما به خاطر عملیات ماریبوی با لوگر میرفتند، اونجا کمین دشمن بود، اونا جنگ کردن، در اونجا کس شهید نشد. دینا روز ما گفتم که دو نفر ما شهید است. خوشبختانه که ما او گپ خدا پس میگیریم، قطعاً هیچ کس شهید نشده. به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، هدف از اعزام نیروهای امنیتی به لوگر پاکسازی ولسوالی ازره از وجود گروه های توریستی بوده است. متاسفانه اونجا دو حمله و چند اراده ضرب رنجر ما در گرفتن که اونا از بین رفتن و عملیات ما بسیار به خوبی پیش میرن. خاک جبار را تصفیه کردن، در قسمت طرف ازرا میرن، میخواین که ازرا را وصل کنن به لوگر، تماما راه را تصفیه کنن و عملیات بسیار به خوبی پیش میرن. معاون فرقه 111 کابل در راس عملیات است و عملیات هم بسیار خوب پیش میرن. کمین گروه طالبان بالای یک کاروان بزرگ نیروهای امنیتی در ولایت کابل پایتخت سوال‌های زیادی را به وجود آورده است. آگاهان نظامی حضور نظامیان گروه طالبان با تمام تجهیزات نظامی در کابل را نگران کننده دانسته می‌گویند که این حمله طالبان توانایی و مدیریت بحران امنیتی در